سلام جناب دکتر، میشه ابتدا در ارتباط به قارچ سیاه معلومات بدین که چگونه یک مرض هست؟ سلام خدمت تمام بیننده ها و شنونده های رسانه آشیانه، امیدوار هستم همگی جور و سر حال باشین و سلام خاص خدمت علمیار عزیز. امیدوار هستم که موفقیت های مزید در پیش رو داشته باشین. مرض قارچ سیاه، یک قارچ سیاه خودش یک نوع فنگس است. وقتی که ما قارچ میگیم، قارچ هدفش از فنگس یا پوپنک است. یک نوع پوپنک خاص است که ای به شکل نرمال و به شکل طبیعی انسان مبتلا نمی کنه و در حالات وقت انسان مبتلا می کنه که سیستم دفاعی انسان به وسیله کدام دوا و یا به هر شکلی که است خیلی سرکوب شده باشه و سیستم دفاعی انسان کلان کار نکنه. قارچ سیاه اولین بار در سال 1855 نزد انسان یک واقعی ثبت شده بود که او هم یک حادثه پایین آمدن سیستم دفاعی بود و بعدن بسیار واقعات نادر بود، خیلی نادر است، از انسان به انسان انتقال نمی کنه و به نام لاتین قارچ سیاه موکور مایکوزس است. جناب دکتر، در ارتباط به علائم و نشانه های این مرض میشه بیشتر معلومات بدین به بیننده ها و شنونده های ما؟ از نظر اعراض و علائم، نظر به موقعیت را که التهابی ساخته فرق میکنه. در نخست 5 نوع قارچ سیاه وجود داشت که یک شکلش سینوزی و دماغی بود که از مجرای بینی التهابی میکرد و دماغ را مبتلا میساخت. نوع دومش تنفسی بود که مجرای تنفسی را مبتلا می ساخت. نوع سومش هضمی بود که سیستم هاضمه را مبتلا می ساخت. نوع چهارمش جلد بود که جلد قسمت های جلد که پاره می شه و یا ایسته که جروحات سوختگی رخ می ده، در اون صورت اینا را التهابی می سازه. و یک شکل نوش تازه شناسایی شده که گرده است که دمی اواخر در هندستان دیده شده واقعاتش که گرده را هم مبتلا ساخته که شکل نفرایتیسش هسته و اینا هم نظر به وضعیت فرق میکنه. خب بیشتر قارچ سیاه همون ناهی را که مبتلا میسازه در اوجا نکروز ایجاد میکنه، حجرات از بین میرن و رنگ سیاه رنگ به خود میگیرن. اشخاصی که از معمولترین شکلش کمی شکل انفی سینوزی و دماغی ازی است که در ابتدا در روی یک تورم می باشد، در چشم سرخی ایجاد می شه و بالاخره آهسته آهسته ای صاحب به پندیدگی می گراید و یک قسمت از این طرف دماغ انتقال می کنه که شعور انسان خراب می کنه و همچنان چشم از بینایی می مانه و در ضمن امی ساحه تورمی روی گذشته به زمان نکروز میکنه و وقتی که نکروز کرد شکل سیاه رنگ به خود میگیره که کاملا یک وضعیت قارچ سیاه را مشخص میسازه و امی اعراض علائم خاصه داره. و در ضمن تشخیص از این که است توسط بایوپسی و کلچر اجرا میشه که یا از اون نمونه کشت شوه و یا یک قسمت از جلد گرفته میشه و مطالعه پاتولوژیک میشه تا ای که شناسایی شوه که قارچ سیاه هست یا نیست. دکتر، معمولا کدام افراد اشخاص مصاب میشن به قارچ سیاه؟ نظر به سوال سیومتون جناب علمیار صاحب، بیشتر افراد به قارچ سیاه مساحت هستند که سیستم دفاعیشان خیلی متضرر شده باشه، قسمی که در افغانستان تداوی های غیر علمی در این اواخر خیلی رایج شده و با شیوه های مختلف آنتیبیوتیک های غیر ضروری استروید ها سیستم دفاعی انسان خیلی صدمه میزنن و وقتی که سیستم دفاعی صدمه میبینه باعث میشه که انسان مساعد شوه برای میکروب های مختلف، به خصوص به فنگس ها که یک نوع از فنگسه که در این اواخر دیده شده یک چند واقعهش اونمو مسئله قارچ سیاه یا موکور مایکوز است که دیده شده. همچنان کسایی که آیرن اوورلود هستن، یعنی کسایی که بسیار زیاد آهن میگیرن در رژیم های تداوی خود، اونا هم مساعد میشن
کسایی که دیابت یا شکر غیر قابل کنترل دارند و شکرشون خیلی بلند است، اینا مساید هستند بسیار زیاد. کسایی که تعویض اعضا پیششان صورت گرفته، مثلا گردهشان تعویض شده، مخ عظم تعویض شده، یعنی تعویض مغز استخوان به خاطر آفات سرطانی خون صورت گرفته، پیش از اینا خیلی زمینه مساید است تا ای که اینا مبتلا شد. جناب دکتر، آیا واقعا قارچ سیاه خطرناک است؟ ممکن است که باعث مرگ افراد اشخاص شود؟ عالمیار عزیز، قارچ سیاه در صورت خطرناک است که انسان همی اشخاص را که یادآوری کردم مبتلا شوند و دوایی که لازم است در دسترس نباشه. در این صورت میتونه که یک ذره خطرناک تمام شود، به خاطر از اینکه دوایش یک ذره کم پایداست، امفوتریسین 20 و امیدوار هستم که وزارت صحت عامه آمادگی های برای از این تداوی از اینا گرفته باشه. از نظر ما کسایی که مبتلا میشن اگر و می دوا برشان مهیا نشه، واقعا میتونه که خطرزا باشه. در غیر از او اگر دوا مهیا شوه، دیگه هر چی که دوایش موجود بود خطرناک نیست. انشالله از نظر ما ترس و حراس باید هیچ هموطن ما نداشته باشه و باید یک کار بکنن که از تداوی های خراب جلوگیری بکنن. به خاطر جلوگیری از قارچ سیاه، در قدم نخست باید سیستم های دفاعی و ایمنی بدن تقویت شود. انسان تا حد توان کوشش کند که آب کافی بگیره، غذاهای متوازن و مساوی از میوه‌جات، ترکاری باب و محصولات حیوانی بگیرند، روحیه بالا داشته باشند، چرا که روحیه خیلی مهم است. وقتی که روحیه هم پایان شود، سیستم ایمنی و دفاعی بدن خوب کار نمیکنه، بهتر است که روحیه بلند داشته باشند. در ضمن به خاطر ابتلا از این با نه تنها قارچ سیاه که امراض مختلفه که میتونه که از محیط زیست ما را مبتلا بسازه، استفاده از ماسک یک جزء حتمی و اساسی از این مسئله است، چون ما شما محیط زیست خوب نداریم، مناسب نیست محیط زیست برای حیات. بنابراین ماسک هم فکر میکنم که اگر که دائمی بدون در نظر داشت مسائل کرونایی یا غیر کرونایی استفاده شود خوبتر خواهد بود. از نظر ما این مسائل در نظر گرفته شود، انشاءالله که کدام موضوع قابل تشویش نیست و نمیخوایم که این مسئله کدام موضوع تشویش برانگیز بر مردم شود و یک سوژه وحشت افغانی برای یک تعداد کسایی که میخواهند از طریق فیسبوک ها بر مردم وحشت ایجاد کنند. اصلا اینطور یک مسئله نیست که کسی وحشت یا ترس از این داشته باشه. روی هم رفته اصلا قابل ترس و وحشت نیست، چون سیستم دفاعی که قوی بود انسان مبتلا نمیشه.